هیئتی از مجمع علما و طلاب ولایت بامیان افغانستان با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قوم با معظم الله دیدار کردند گروهی به نمایندگی از مجمع علما و طلاب ولایت بامیان افغانستان با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع ضمن دیدار با آیت الله شیرازی مدظله گزارشی مکتوب از فعالیت های این مجمع را به اطلاع معظم الله رساندند. مرجعیت شیعه با اشاره به تاریخ تشیع در افغانستان به ویژه تاریخ علمای آن کشور فرمودند. تاریخ تشیع در افغانستان فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. تاریخ علما در داخل افغانستان یا در دیگر کشورها عبرت آموزی های فراوانی برای حوزه های علمیه و دیگر طبقات مردم دارد و با در نظر گرفتن فناوری های متعدد و نوین رسانه ای از جمله شبکه های محوره ای آرساندن این تاریخ و عبرت های برآمده از آن به جامعه جهانی امری ضروری است بزرگ مرجع جهان تشیع ادامه دادند از جمله مسائل مهم افغانستان و سایر کشورهای منطقه مسئله جوانان است. مسئله پسران و دختران جوان و جوانان حوزوی، دانشگاهی و دیگر قشرهای جوان جامعه. ایشان افزودند قطعا و بدون تردید پرورش و آموزش جوانان بر پایه شیوه پرورشی اهل بیت علیه السلام موجب کسب موفقیت های زیادی در آینده خواهد شد. در مقابل اگر یک جوان به انحراف و فساد کشیده شود فساد و انحراف جوانان فراوانی را به دنبال خواهد داشت مرجال قدر تاکید کردند البته پرداختن به این امر آسان نیست اما با توجه به روایات این مسئولیت بر عهده همگان و همچنین شما علما و روحانیون است معظم الله افزودند مطلب دیگر تربیت جوانان و آشنا کردن آنان با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است که اصلی ترین آنها اعتقادات و اخلاق آن پاکان می باشد که باید در این امر کوشا بود.